به مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: تأکید رهبر امارت اسلامی بر اجرای قوانین اسلامی. شیخ هبت الله آخوندزاده از عالمان دینی خواست که برای اتحاد در کشور کار کنند. اسلامی نظام تحکیم او دی طولنیز عدالت دی جوړولو لپاره د علماو اتحاد او اتفاق دا ډیر زیات ضروری ده. ناروشن بودن رویکرد جهان در برابر امارت اسلامی. انستیتیوت صلح امریکا میگوید جامعه بین الملل رویکرد روشن برای برخورد با کابل ندارد. به همین خاطر نماینده آنان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نخواهد داشت. نړۍ او د منطقې هیوادونه د امارت اسلامي په اړه مند یو واحد دریځ نه لري. نماینده ها حضور نداشته باشه، به نظر ما او جلسات تاثیرگذار بالای مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان نمی باشد. ادامه بدرفتاری ها با مهاجران افغان در ایران. برخی از مهاجران افغان در این کشور از برخورد نامناسب نیروهای این کشور انتقاد دارند. هیوادون نوار جوانان تا بد تلندم پای تا ورسی به تشویق لاری نوانان دیتر ساخی سبانستان ترسی زور زیاده تحمل که باندی ونسی. سود آوری صندوق امانی افغانستان در سوئیس. مسئولان میگویند این صندوق از زمان تأسیس تا اکنون 337 میلیون دلار سود کرده. و ادامه واکنش ها به انفجار دستگاه های بیسیم در لبنان. رهبر حزب الله میگوید این حمله ها هرگز موضع آنان در قبال همبستگی با فلسطینیان در غزه را تغییر نمیدهد. به نام خدا و سلام بر شما. امروز جمعه 30 ماه سنبله سال 1403 خورشیدی است. من شمس همانی. وقت شما بخیر. رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از عالمان دینی قندهار توصیه هایی درباره اجرای قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته. بر بنیاد اعلامی دفتر والی قندهار، شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی نقش عالمان دینی را در ثبات اجتماعی مهم خوانده و از آنان خواسته که برای اتحاد در کشور کار کنند. رهبر امارت اسلامی در این دیدار افزوده که اکنون صدای منبر و نظام در کشور یکیست و هیچ اختلاف همانند گذشته وجود ندارد. رهبر امارت اسلامی روز پنجشنبه با شماری از عالمان دینی در ولایت کندهار دیدار کرده است. شیخ هبت الله آخوندزاده در این دیدار میگوید مسئولان نظامهای پیشین را آمریکا و کشورهای دیگر میفرستاد که آنان در همان کشورها تربیت شده و آنجا زندگی کرده بودند، اما مسئولان حکومت سرپرست از همین خاک هستند و زیر تأثیر هیچ کس قرار ندارند. یا با مسئولیت حکومت به صفت بنده بد حاضر حکمران حکومت بد هر رقم اختلاف نظر تقابل نظر مخنیوی بکری. رهبر امارت اسلامی همچنان در این دیدار توصیه های مبنی بر اجرایی شدن قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته است. شیخ هبت الله آخوندزاده نقش عالمان دینی را در ثبات اجتماعی نیز مهم خوانده است. دی اسلامی نظام تحکیم او دی طولنیز عدالت دی جوړولو لپاره دی علماو اتحاد او اتفاق در ډیر زیات ضروری ده، خصوصا دی خلکو دی نظم و ضبط برابرولو لپاره او دی ټولنیز اتحاد لپاره دی اتفاق لپاره دی علماو همبستگی او دی یوالی در ډیر زیات اړین ده. رهبر امارت اسلامی در این دیدار بر اتحاد و از میان برداشتن اختلافات نیز تاکید کرده است. ریاست وزرای امارت اسلامی از علمای کشور خواسته که به منظور جلوگیری از ایجاد شک و ناراحتی روانی در میان مردم از بحث در مورد موضوعات اختلافی در رسانه ها و مکان های عامه خودداری کنند. در اعلامیه‌ای که سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی منتشر شده، همچنین از علما خواسته شده که از بیان مسائلی که مردم درک کافی از آنها ندارند در مکان های عامه پرهیز کنند. در این اعلامیه 8 موردی آمده که این تصمیم در نشست علما ما در کابل به روز 12 سرطان 1401 گرفته شده است.
برخی از مهاجران افغان در ایران بار دیگر از برخورد نامناسب نیروهای این کشور انتقاد دارند. آنان می‌افزایند در این کشور با چالش‌های گوناگونی روبرو هستند. با این حال امارت اسلامی از کشورهایی که میزبان مهاجران افغان هستند می‌خواهد تا با مهاجران برخورد نیک داشته باشند و آنان را برای برگشت به افغانستان دلگرم بسازد. این ویدیو که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و تلونیوز زمان و مکان دقیق آن را تایید نمی تواند، در آن ظاهراً دیده می شود که نیروهای پلیس این کشور با مهاجران افغان برخورد نامناسب را انجام می دهند. شمار از مهاجران افغان در ایران از برخورد نامناسب نیروهای این کشور انتقاد دارند، می گویند که با چالش های گوناگون روبرو اند. بدبختی چې نه ده د ایران دولت راوړی سیمکارټونه یې بربند کړه، دغه رنګه اوس وایي چې ډوډۍ یې نه ورکول کېږي، نو کورونه نه ورکوي، خپله کور څخه بهر نشي وتلی لکه یو څوک چې په زندان کې زندانی وي. در سوی دیگر برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران خواهان حل این گونه مشکلات از مجراهای دیپلماتیک هستند. مشکلات اونها را بررسی بکند از طریق مرجع دیپلماتیک و اون رایزنی هایی که میتواند برای بهبود وضعیت مهاجران هم دستگاه دیپلماسی کشورمون وزارت امور خارجه و هم وزارت امور مهاجرین باید در این قضیه ورود پیدا بکند. این در حال است که امارت اسلامی از کشورهایی که میزبان مهاجران افغان هستند میخواهند تا با مهاجران برخورد نیک داشته باشند و از آنان خواسته تا زمینه های بهتر را برای برگشت مهاجران افغان به افغانستان فراهم کنند. افغانان هم غواړو چې خپل هیواد در استنه دو په فکر کې باید سي انور هیوادونه که تبان زوان کول مشکلات لري استون ویلې هیوادونه خپل داخلي مسائل کوم دي بوختیا ویلې استون لري نو صدا د سې ټول افغانان خپل هیواد ته راستانه شي وکړو، دغه هیوادونه غواړي چې افغانان ته بد چلند هم پای ته ورسي، د تشویق له لارې نه افغانان دې ته سوخي سه افغانستان ته راشي او زور زیاتی او تحمل په باندې ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت په دې برخې په مختلفو وختونو کې دغه هیوادونه له اتباعو سره د مسؤولینو سره همداره د نړیوالو نهادونو سره په دې موردو څه کار کوي خبرې کړي دي. این در حال است که روز گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در برنامه ارائه گزارش سالانه این وزارت از حکومت ایران خواست تا با مهاجران افغان که در آبادی این کشور کار کردند با حوصله و پیشانی باز همکاری کنند. درگیری که میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی شام روز گذشته در گذرگاه غلامخان در ولسوالی گربز خوست آغاز شده بود تا نیمه های شب ادامه داشت. مسئولان محلی میگویند این درگیری پس از آن رخ داد که برخورد نامناسب نظامیان پاکستانی با برخی از افغانها با واکنش نیروهای امارت اسلامی روبرو شد. پس از این درگیری شماری از خانواده ها به مناطق امن منتقل شدند و راه بر روی موترهای باربری و مسافران مسدود است. برخورد نامناسب نظامیان پاکستان با شهروندان افغان در گذرگاه غلامخان ولایت خوست شام روز پنجشنبه با واکنش نیروهای امارت اسلامی روبرو شد که در نتیجه درگیری رخ داد. این درگیری که 6:30 شام آغاز شده بود تا نیمه های شب ادامه داشت، اما از جزئیات آن معلومات در دست نیست. پیخ خو پرون ماښام شپږ نیمه بجې منتشر ده، د وخت نه تیاری نیولې وه، دغه جنگي حالت کې وو، لکه زغرې چول شوې خولۍ بستر کړې وې، لکه سړی چې جنگ ته آمدګي نیسي. د ماشین نه مخ په باندې نو ورسته مازیګر لکه برخورد راولله، کوم ملګري سره لاس اچول په دې وجه کې پابند کې بیا داسې تبدیل شوې دي، نو ورسته یې تحقیقات به کوو چې داسې د کومه خانه شوې وي. اول چکر دي هغه انشاءالله لګیا وي پرې چې لامل پیدا کړو، او بیا نو څه وقفه وشوله، دې غوښتنه وکړه چې تاسو ډزې ودروئ، نو موږ د دې ته وویل چې تاسو ودره دواړو خونه نو ډزبندي وشوله. باشندگان محل میگویند پس از این درگیری شماری از خانواده ها ناگزیر شدند تا به مناطق امن کوچ کنند. ډېر کورونه د دا اړ شوي دي چې د دغه ځای څخه کډ وکړي کډوال شي، ډېر ډېرې ستونزې رامنځته کوي. جنګ دغه ټایم کې جنګ شروع شو، تر دوو بجو شپې نیمه شپه وکړه څومره دغه ټایم پورې جنګ وشو، دا خو ډېر غټ مشکل دی د افغانستان. دغه مشکل باید د خبرو لارې حل شي. در همین حال رانندگان میگویند که با آغاز درگیری شب گذشته گذرگاه غلامخان برای رفت آمد مسدود و صدها موتر باربری میوه تازه و سبزیجات در این مسیر متوقف شده است. غلامخان په لاره باندې جنگ شوی دی، د شپې لاره بنده شوې ده، سوزه میوه ولاړ دي،
و خلق تا زینونه پکې رسیږي زره او موټر ولاړ دي باید دغه لارې هغه پوښتنه وشي باید زر سره جوړه کړي لاره دا اوس بیا راغلو نیمایي ګاډي مې هغه سوي واپس سوي دي غلام خان په لاره باندې ورغلي دي بیرته هم خوست ته رارسېدلي دغه تاوان اوس په موږ راباندې راغی اوس دغه هلته په خوست کې ولاړ دي نو مروالاره ته وایي چې که لاره خلاص وله په خوست به راسي او که لاره بنده وله بیرته به په شهرنه ورسي. این در حالی است که به تاریخ 15 ماه روان خورشیدی در ولسوالی زازای میدان خوست و در امتداد خط فرضی دیورن میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی نیز چندین روز درگیری ها به گونه وقفه‌ای ادامه داشت. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید جامعه بین الملل رویکرد روشن برای برخورد با طالبان ندارد. در گزارش این انستیتوت همچنان آمده که به علت عدم برسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست، نماینده آنان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده که در هفته آینده برگزار خواهد شد حضور نخواهد داشت. تا اکنون امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این همواره خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در نشست های بین المللی شده است. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می گوید که جامعه جهانی رویکرد روشن برای برخورد به حکومت سرپرست افغانستان را ندارد. در گزارش این انستیتوت آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، شهروندان این کشور با چالش های روبرو اند، اما جامعه بین الملل تا هنوز رویکرد روشن در پیش نگرفته است. نړۍ او د منطقې هیوادونه امارت اسلامی په اړه مند یو واحد دریز نه لري، ځکه د منطقې هیوادونه او د منطقې کوم قدرتونه چې دي په سیمه کې نه غواړي چې امریکا دلته بیا حضور پیدا کړي، که هغه استخباراتي و که سیاسي و او که نورو برخو کې. ولې نړیوال غواړي چې بیا هم کوشش کوي په مختلفو لارو نه او مختلفو حربو نه غواړي چې د افغانستان دا موقعیت که هغه اقتصادي ده که سیاسي ده او که جغرافیایي ده غواړي دا بیا انحصار کړي. این انستیتوت در گزارشش همچنان گفته است که به علت عدم برسمیت شناخته شدن طالبان از سوی کشورهای عضو سازمان ملل، نماینده حکومت سرپرست افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است تا یک هفته دیگر دایر شود نیز حضور نخواهند داشت. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما همواره صحبت ها پیرامون افغانستان در نشست های بین المللی را در عدم حضور نماینده حکومت سرپرست به اثر دانسته است. در جلسات که نماینده مردم افغانستان، نماینده امارت اسلامی افغانستان در سطح ملی و سطح بین المللی، خصوصا در سطح سازمان ملل متحد نماینده ها حضور نداشته باشه، به نظر من او جلسات تاثیرگذار بالای مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان نمی باشه. این در حالی است که پیش از این روزا اوتنبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در ماه دسامبر سال 2023 میلادی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجماع درباره افغانستان و گفتگو با حکومت سرپرست افغانستان تشویق کرده بود. در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 40,000 گردشگر داخلی و خارجی از مکانهای دیدنی بغلان بازدید کرده اند. سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت میگوید بغلان از ولایت هایی است که مکانهای تاریخی فراوانی دارد، اما در سالهای پیش به علت ناامنی بازدید گردشگران از آن اندک بوده. ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان آمار می‌دهد که در ربع نخست سال روان خورشیدی بیش از 40,000 گردشگر از مکان‌های گوناگون این ولایت بازدید کردند. سرپرست این ریاست بتلون نیوز می‌گوید از این میان بیش از 100 تن گردشگران خارجی و دیگر داخلی بودند. و یو ربع که در تیر ربع که سیما راخیسته و لسلویخ زر نزیاد داخلی سیاحین و او تقریبا سلو شاخات خارجی سیاحین راجی. سرپرست این ریاست میگوید بغلان از جمله ولایت هایی است که مکان های تاریخی فراوان دارد و در گذشته ها شمار گردشگران در این ولایت اندک بود و از تامین امنیت در سراسر این ولایت اطمینان میدهد. لدیر ممالک ناسی جرمنی، ژاپن، چین، امریکا، فرانسه په دغه نږدې ورځو کې له دغه ټولو ملکونو نه دلته راتلل او راغلي دي د سیاحت او د گردشگری په خاطر باندې. همزمان با این برخی از آگاهان نظامی تأکید دارند که برای بیشتر شدن گردشگران در کشور باید برای رفع نگرانی های امنیتی بیشتر از این توجه صورت گیرد. سیلانان څخه دای مملکت نبل مملکت تمزی حال ته مشخص خلق سره هم امنیتی هم وسایت هم سهیلی از ټول مسیر سره آماده ای چې خدای مکه څوک مریض نشي څوک ونه غورځي څوک د وطن سکته ونه کی دا ټول مسیر ته فکرې زه امیدوارم چې دلته هم افغانستان کې پدغه میارو باندې سیلانان ته زمينه مساعد سي حکومت کوشش کنه که
برای گردشگرای داخلی و خارجی ممانعت ایجاد نکنه و هر نوع ممانعت باعث از این میشه که باز در اینجا توریستا نبیاین. پیش از این مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار دادند که در یک سال پسین نزدیک به 9000 گردشگر خارجی از بخش‌های تاریخی کشور بازدید کردند که از این رهگذر 48 میلیون افغانی عواید به دست آمده است. به ادامه خبر شش خوش آمدید. مسئولان صندوق امانی افغانستان در سوئیس میگویند این صندوق از زمان تأسیس تا اکنون 337 میلیون دلار سود کرده. یک عضو هیئت مدیره این صندوق تأکید می‌ورزد که صندوق امانی به گونه مستقلانه عمل کرده که هدف آن ثبات ارزش پولی، حفظ قیمت‌ها و ثبات سکتور مالی است. از سوی هم وزارت اقتصاد بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد تا دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد بسازد. صندوق امانی افغانستان که در ماه سپتامبر 2022 میلادی به هدف نگهداری 3.5 میلیارد دلار ایجاد شد، اکنون یک عضو هیئت مدیره این صندوق به تولونیوز میگوید که این صندوق تا اکنون حدود 337 میلیون دلار سود کرده است. با گفته مسئولان، سود صندوق امانی در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان و ثبات ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار هزینه می شود. این صندوق به گونه مستقلانه عمل کرده و به هدف دریافت حفاظت و هزینه آن به خاطر فایده مردم افغانستان فعالیت میکند. ثبات ارزش پولی و حفظ قیمتها و اساسی ترین هدف آن ثبات سکتور مالی است. این صندوق به خاطر اهداف بشری ایجاد نشده است. اما در سوی دیگر وزارت اقتصاد مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان را در بانک‌های آمریکا و اروپا به زیان مردم افغانستان می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که تمامی دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد. تمام دارایی‌های افغانستان که در خارج کشور مسدود و بلوکه شده حق مشروع و منطقی مردم افغانستان است. بنابراین ما می‌خواهیم که دارایی‌ها هر چه زودتر در اختیار امارت اسلامی و مردم افغانستان قرار بگیرد تا در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. می‌دانستم که جامعه جهانی از این فشارهای اقتصادی دست برداره، بگذاره که این پول آزاد شود تا به این منفعت از مردم افغانستان میرسه. اگر سکتور خصوصی از این پول میتونه بهره برداری کنه، به هر حال به اقتصاد افغانستان، به اشتغال، به فقر زدایی بسیار مهم است. این در حال است که پس از تحولات سیاسی در آگست 2021 میلادی در کشور، بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی های کشور در بانک های ایالات متحده و بانک های اروپایی منجمد شده که از این میان 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانی انتقال یافت، اما تا اکنون سرنوشت 6 میلیارد دیگر دارایی های کشور روشن نیست. سپاسگزار همراهیتان هستیم که تا اینجا ما را همراهی کردید.